سلام، سه شنبه 6 دی ماه 10 صبح ایران. بیننده و شنونده بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها: امسال سال خونه، چهلم جان باختگان خیزش انقلابی در سقه، سنندج، ایزه و هرمزگان. راهپیمایی پس از مراسم حامد مولایی در هرمزگان و مردم با شعار مرگ بر خامنه ای به پدر و مادر کیان پیرفلک تسلیت گفتند. اطلاعات ایران اینترنشنال درباره یکی از جانباختگان خیزش انقلابی در شیراز. ماموران حکومتی 28 آبان با شلیک گلوله جنگی حسین شیرازی پور را کشتند. گزارش ایران اینترنشنال از پرونده فساد محسن اژه‌ای، قاضی مرگ. اژه‌ای از طریق پسرش و با گرفتن پول از مفسدان اقتصادی پرونده های آنها را می‌بندد. و دستور بازگشت به هواپیمای ماهان و جلوگیری از سفر خانواده علی دایی. علی دایی در واکنش گفت: مگر همسر و دخترم تروریست بودند که چنین رفتاری کردند؟ تسنیم نوشت: همسر دایی به دلیل حمایت از معترضان ممنوع الخروج است. با مجموعه خبری دیگه همراه شما هستیم تا جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران، شامل آخرین خبرهای مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو پوشش بدیم. خوش آمدید. مراسم چهلم شماره دیگری از جانباختگان خیزش انقلابی مردم ایران با حضور سوگواران و دادخواهان پیرامون مزار آنها در سقه، سنندج و هرمزگان برگزار شد. در شهر دشتی و هرمزگان هم مردم و بستگان حامد مولایی بر سر مزارش جمع شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. Hey!
تصاویر همچنین از حضور مردم بر مزار آرام حبیبی و زانیارالله مرادی در سنندج به مناسبت 40مین روز آنها خبر می‌دهد. در این تجمع هم شعارهای ضد حکومتی سر داده شد. انشالله کمونه های بعدی من لعزدی ایران و ازدی کردستان هده. دوشنبه پنجم دی ماه همچنین همزمان بود با مراسم 40 دانیال پابندی 17 ساله از سقز. مراسم این جانباخته خیزش انقلابی هم بر سر مزارش در سقز برگزار و صحنه شعارهای اعتراضی مردم شد. مرگ بر دیکتاتور جنجیان آزادی جنجیان زور من مظلومی دی ولی واخن افتخاره کم کل من ناو جمعابو کل من سربر دی کل من ناو تظاهرات کل من که برای خوشکی خواهی کرد زور کل من که کرد. آینه 40مین روز به قتل رسیدن کیان پیرفلک، کودک 10 ساله ایزهی، بعد از ظهر دوشنبه بر سر مزار او در روستای پرچستان گرویی برگزار شد. بر اساس ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال، در این مراسم حاضران عکسهایی از کیان بر دست داشتند و با خانواده او که برای شرکت در این مراسم فراخوان داده بودند ابراز همدلی کردند.
مهرداد پیرفلک، عموی کیان، ویدیویی از میثم پیرفلک، پدر کیان منتشر کرده که روی تخت بیمارستان در حال تماشای ویدیویی از مراسم 40 فرزندش است. مهرداد پیرفلک نوشته پدر دل سوخته و کمر شکسته در حسرت حضور در مراسم 40 جگرگوشه‌اش. بر اساس اعلام خانواده پیرفلک، میثم پیرفلک که در بیمارستانی بستری است تا چند روز پیش از مرگ فرزندش اطلاع نداشت. پیشتر همکارم گفتگویی داشته با شهره آقاداشلو، بازیگر، درباره خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی. شهره آقاداشلو در ابتدا از احساس خود پس از شنیدن خبر کشته شدن کیان پیرفلک گفته. بخشی از این مصاحبه رو ببینیم. جدا از کار هنری که میکنم، افتخارم به اینه که مادر هستم. بنابراین میتونین تصور کنین وقتی خبر کشته شدن این کودک به گوشم رسید، یه بار تکون خوردم. وقتی کلیپی رو که ازش دیدم که در اون یک قایق کوچولو درست کرده بود و میگفت که میخواد به جشنواره ابن جابر بره، برای همین این قایق رو اختراع کرده و مثل آدم بزرگا میگه حالا آزمایش میکنیم ببینیم آیا جواب میده یا نه. بله، ما به این نتیجه میرسیم که جواب میده. فقط زار زار گریه میکردم، یعنی با خودم فکر میکردم هیچ کس اینجا هیچ گناهی نداره، ولی چرا باید بچه‌های سرزمینم اینجوری پرپر بشن؟ تأثیر بسیار فکر میکنم شدیدی روی همه ما داشت، چه هنرمند، چه غیر هنرمند، چه مادر، چه غیر از مادر. تأثیر خیلی 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 زیادی روی ما داشت و بسیار بسیار غمناک و غم‌انگیز بود. یکی از موارد دیگه‌ای که جامعه جهانی رو بسیار نگران کرده این روزها، صدور احکام اعدام از طرف حکومت هست. در رابطه با این احکام اعدامی که حکومت در دست گرفته، اینها رو چطور می‌بینید شما؟ طبیعتاً این برای ارعاب عمومیه. همیشه پیش از این ماجراها وقتی صحبت از ایران می‌شد و ظلم و ستمی که بر مردم ایران روا میشه، همه می‌گفتن، اونهایی که در خارج از کشور بودن، چرا مردم کاری نمی کنن؟ چرا اتفاقی نمی افته؟ ما دائم یادآوری می کردیم که هرگز شدت عمل ترس رو نادیده نگیرید. ترس ارعاب، با ارعاب یک مملکت رو یا آدم ها رو نگه داشتن به این سادگی نیست که تو بتونی بر علیهش بلند شی، خیزش اینچنانی داشته باشی، مگر اینکه حرکت خودجوشی مثل این، انقلاب خودجوشی مثل این اتفاق بیفته که پشت هم همه متوجه بشن که باید دست به دست هم بیدن و یک کاری بکنن. Never underestimate the power of terror. هیچ وقت نباید دست کم بگیریم قدرت ترس و ارعاب رو. اینا همیشه از این متد استفاده کردن، الان طبیعتاً بیشتر استفاده خواهند کرد تا بیشتر مردم رو بترسونن. اما اینجا یه پیچش زلف خیلی ریزی وجود داره و اونم این است که اگر این کار رو دارن بیشتر میکنن، بیشتر فشار میرن، برای اینکه بیشتر میترسن. هنرمندان در این 100 روز نقش خیلی پررنگی داشتن و می‌دونیم که متأسفانه هنرمندان بسیاری هم در داخل ایران بازداشت شدن، از جمله ترانه علی دوستی، همین حالا که داریم صحبت می‌کنیم او در زندان اوین محبوس هست. پیام شما برای ترانه علی دوستی چیست؟ پیام من برای ترانه علی دوستی، برای کتاین ریاهی، هنگامیه قاضیان، برای همه، عذر می‌خوام اگه اسامی بغیر نمبرم وقت کوتاه، برای همه هنرمندان زندانی، برای زندانیان سیاسی ایران این است که ما به شما افتخار میکنیم. شما قهرمانان ما هستید و ما از راه دور براتون
انرژی مثبت میفرستیم، آرزو میکنیم که پایداری کنید، آرزو میکنیم که روز بیرون اومدن از زندانتون رو هم شاهد باشیم، آرزو میکنیم بتونیم براتون دسته های گلو بیاریم، آرزو میکنیم که ترانهی بسازیم به اسم ترانه، ترانه آزادی. به طور کل همونطور که در سوال قبل هم گفتم، هنرمندان نقش خیلی پررنگی داشتن، واکنش هاشون بی‌نظیر بوده، همینطور هنرمندان خارج از ایران. اینو شما چطور می‌بینید؟ چه اتفاقی افتاد که در این خیزش انقلابی ما به این شکل واکنش دیدیم از طرف هنرمندان؟ اگر به خاطر خیزش ایرانیان خارج از کشور نبود، خب طبیعتاً اینقدر سر و صدا به پا نمی‌شد. اما راهپیمایی 100 هزار نفره برلین، راهپیمایی‌های چندین 100 هزار نفره در آمریکا، در اروپا، هنرمندان ایرانی در خارج از کشور، همونطور در درون کشور، کلیپ هاشون، وقتی که هنرمندان خارجی اینا رو دیدن، اول خانوم ها بلا فاصله رابطه برقرار کردن. میدونین این کوتاه کردن مو یک کار قدیمیه، یک جور عکس العمل در برابر ظلم و ستم. زن وقتی شیون میکنه موهاشو قیچی میکنه، بلا فاصله اینا باش رابطه برقرار کردن، از جولیت بینوش گرفته تا انجلینا جولی. جولیت بینوش که اصلا جلوی دوربین موهای خودشو کوتاه کرد و ابراز همدردی کرد و بسیاری دیگر، و دائم دارن کمک میکنن، دائم دارن پشتیبانی میکنن. همین امروز رابرت دونیرو اعلامیه داد و درخواست آزادی ترانه علیدوستی از زندان رو کرد. بخشی از گفتگوی همکارم با شهره آقاداشلو بود. شما میتونین کامل این گفتگو رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال ببینید. اما بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای خیزش انقلابی تا روز 26 آذر ماه دست کم 469 نفر کشته شدند. درباره بسیاری از این جانباختگان اطلاعات بسیار کمی وجود دارد. ایران اینترنشنال به اطلاعات جدیدی درباره حسین شیرازی پور، یکی از جانباختگان اعتراضات در شیراز، دست پیدا کرده. 28 آبان ماه مراسم خاکسپاری سجاد قائمی در شهر شیراز برگزار شد. در جریان این خاکسپاری که با حضور مردم معترض برگزار شده، ماموران به جمعیت حمله و به سوی آنها تیراندازی کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسین شیرازی پور از جمله کسانی بوده که در این مراسم حضور داشته و هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته. در حالی که او روز 28 آبان ماه و پس از آن که هدف گلوله جنگی قرار گرفته جانش را از دست داده، مقام‌های امنیتی و قضایی استان فارس مدعی شده بودند او روز 29 آبان در بیمارستان جان باخته. اما منبع نزدیک به خانواده او میگوید حسین شیرازی پور همان شب حادثه کشته شده. نیروهای امنیتی اما جنازه او را به خانواده‌اش تحویل نمی‌دادند. به گفته این منبع، به خانواده شیرازی پور گفته شده بود باید اعلام کنند او را تروریست ها کشتند. همچنین خانواده تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی باید نگران سلامت بقیه اعضای خانواده باشند. پیکر حسین شیرازی پور را در نهایت به خانواده‌اش تحویل دادند و او را روز 2 آذر ماه به خاک سپردند. مراسم تدفین او در فضای امنیتی برگزار شد. به گفته این منبع، حسین شیرازی پور از جمله کسانی بود که در بسیاری از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی حضور داشت. او متأهل بود و یک فرزند خردسال داشت. این منبع گفته روز 3 ششم دی ماه مراسم 40 او برگزار می‌شود. مردم شهر کرج دیشب هم مانند شبهای پیشین از پنجره و بام خانه های خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند. تعدادی از اینا رو با هم ببینیم. 5 دی ماه کرج. Yeah.
شعارهای شبانه در چیتگر تهران و کرج بود. اما روز گذشته گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی هم در همراهی با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با تجمع در محوطه دانشگاه سرود اعتراضی خواندند. سخر و سیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت خان از خطا هنگ ما، بیزد چنگی به ننگ تکیه به او رنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما، تشفینه گیرنده مادران به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به حسیان بشکوه نسل جوان، برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برابر سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو، رها شو ز قید آرزو، نگه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دلک غم، به شادی بزن تن تازه ای رقم، بزن پا به تخت واژگون، به شود از تو صورت به آبشار خون، به محصا به نیکا به خشم خون نگر، به آبانه از کشت لالگون نگر، به پروانه ها در حصار پیله ها، به آزاد در بند و حسر میله ها، برای شهیدان خفته در خفا، بانگ رسای زن است، این کن سر از زیر یوغ بردگی، برابر سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو، زن زندگی آزادی. سمیرا راهی روزنامه نگار از استانبول با ما همراه هستند تا گفتگویی داشته باشیم. خانم راهی، وقت شما به خیر. مراسم 40 کشته شدگان رو داشتیم، تصاویرش رو دیروز برگزار شده. میبینیم با تمام فشارهایی که حاکمیت گذاشته، همچنان ما میبینیم که شعار مرگ بر خامنه ای در این تجمعهای یاد بود 40 شنیده میشه. نشونه چیه؟ درود بر شما. یکی از مهمترین دلایلی که ما میتونیم ازش اسم ببریم اینه که الان دیگر این مراسم‌های یاد بوده 40 به یکی پس از دیگری میرسن، دیگه یک مراسم یاد بوده صرف نیستن، دیگه یک فراخوان نیستن، یک اعتراض نیستن یا یک حرکتی برای آغاز نیستن. ما بیش از 100 روزه که این مسیر رو شروع کردیم، مردم در ایران بیش از 100 روزه که در خیابون‌ها حضور دارن، حالا گاهی در این مراسم‌های 40، گاهی در مراسم‌های دیگه، و با هر فراز و فرودی که بوده این مسیر رو تبدیل به یک مسیر مبارزه کردن. تداوم این مسیر نشونه اینه که شهروندان دارن از چیزهایی که به دست آوردن که بسیار هم چشمگیر بوده، حالا متاسفانه در مقابل اون جونهای عزیزی رو هم از دست دادیم، دفاع میکنن. الان این مسیر و مردم، من تصور میکنم که یک هویتی به دست آورده و این مراسم‌های 40 تبدیل به یک میثاقی شده که اونها اتحاد خودشون رو نشون میدن و جمهوری اسلامی از این اتفاق حراس داره. به کوچک نمایی ها و کم نشون دادن رسانه‌های حکومتی نباید دل ببندیم. ما میبینیم که اونها چه نیروهای سرکوبی رو برای هر یکی از این مراسم‌های 40 اعزام می‌کنند و اونجا و حتی اجازه نمی‌دن که خانواده‌ها عزاداری بکنن. دستاورد بزرگی که حتی برخی از نیروهای امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی هم اذعان کردن که این یک اعتراض بی سابقه و بی نظیر بوده، چیزیه که مردم به دست آوردن و این اتحادی که در این مراسم‌ها بیشتر از پیش به دست میارن رو هرگز از دست نخواهند داد. از تصور بیش از 100 روز از خیزش انقلابی گذشته، حضور مردم هر روز به نوعی بوده. فکر میکنید ایران از 3 پیش تا حالا چه تغییر ویژه‌ای کرده و چه دستاورد مهمی داشتیم؟ دستاوردهامون فکر میکنم خیلی زیاد بوده. تغییری که
به وجود اومده در ایران، تغییری که مردم در رابطه با مواجهه با جمهوری اسلامی داشتن خیلی زیاد بوده. چیزهایی اتفاق افتاده که اگر این مسیر بیش از ماها و سالها طول بکشه، هم جمهوری اسلامی توان اون رو نداره که تغییراتی که مردم در اون به وجود آوردن رو حتی اصلاح بکنه، چه برسه که از اونها بگذره. ما شجاعت زنها رو میبینیم که الان چهره شهر رو عوض کردن، تبدیل به یک امر عادی شده که اونها با هر پوشش و هر نوعی که دوست دارن توی خیابون حضور پیدا میکنن. ما مواجهه بسیار تیز و برنده مردم رو داریم. شعارها به قدری در این مراسم ها و در اعتراضات زیاد و مستقیم شده. شخص علی خامنه‌ای رو در بر میگیره، در محیط دانشگاه که ما میبینیم با چه وضعی سرکوب میکنن، اونها رو تهدید به اخراج میکنن و حتی برخی نیروهای حراستی و برخی از اساتید و رؤسای دانشگاه همکار میکنن. باز هم در اون فضای بسته دانشگاه دانشجویان به صراحت حرف خودشون رو میزنن. ما میبینیم الان در مراسم هایی که به وجود میاد، مردم شعارهایی رو که میدن، سخنرانی خانواده ها رو میبینیم، زندانی ها از زندان، یعنی هر کسی با تمام اون خفقانی که جمهوری اسلامی برای مردم به وجود آورده، یک شجاعت تکثیر شدنی رو در مردممون میبینیم که من تصور میکنم که این شجاعت به قدری افزون بوده که نه راهی برای عقب رفتن مردم هست، نه راهی برای جلو آمدن جمهوری اسلامی بیش از. سپاسگزارم خانم راهی. سمیرا راهی، روزنامه‌نگار از استانبول، مهمان ما بودید. ایرانیان شهر کلگری در استان آلبرتا کانادا دیروز همزمان با برگزاری مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات اخیر رو در اعتراض به احکام اعدام تجمع برگزار کردند. جمعی از کوهنوردان ایرانی هم پرچم شیر و خورشید را در طول دریاچه هم کرد و بر یکی از ارتفاعات آن به اهتزاز درآوردند. ببینیم. دموکراسی فور ایران، دموکراسی فور ایران، دموکراسی فور ایران، برگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی. از کلگری تا تهران جانم فدا. ممنون که با ما بودید. تا دقایق دیگه با ادامه خبرها با شما خواهیم بود. 10:30 صبح ایران. خوش آمدید سرخط خبرها. امسال خونه، امسال خونه. 40 جانباختگان خیزش انقلابی در سقه، سنندج، ایزه و هرمزگان. راهپیمایی پس از مراسم حامد ملایی در هرمزگان و مردم با شعار مرگ بر خامنه ای به پدر و مادر کیان پیرفلک تسلیت گفتند. اطلاعات ایران اینترنشنال درباره یکی از جانباختگان خیزش انقلابی در شیراز. ماموران حکومتی 28 آبان با شلیک گلوله جنگی حسین شیرازی پور را کشتند. گزارش ایران اینترنشنال از پرونده فساد محسن اژه‌ای قاضی مرگ. اژه‌ای از طریق پسرش و با گرفتن پول از مفسدان اقتصادی پرونده های آنها را می‌بندد. و دستور بازگشت به هواپیمای ماهان و جلوگیری از سفر خانواده علی دایی. علی دایی در واکنش گفت مگر همسر و دخترم تروریست بودند که چنین رفتاری کردند. تسلیم نوشت همسر دایی به دلیل حمایت از معترضان ممنوع الخروج است. خوش آمدید. غلام حسین محسنی اژه‌ای که این روزها در مقام ریاست قوه قضاییه نقش پررنگی در صدور حکم اعدام برای معترضان دارد، در 44 سال گذشته پرونده قطوری در فساد اقتصادی داشته. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد. دست راست خامنه‌ای دور گردن محکومان به اعدام، کسی که دستش در جیب مفسدان اقتصادی است. پرونده غلام حسین محسنی اژه‌ای، قاضی مرگ روی میز. سه روز پیش از اعدام محسن شکاری، معترض 23 ساله در خیزش انقلابی، پیامبر اعدام وعده داد. یک فردی که
آدم کشته، با سلاح سرد و سلاح گرم به میدان اومده و ایجاد ناامنی کرده، اونا هم بعضن احکامشون تایید شده، به همین زودی اجرا خواهد شد. 4 روز بعد از محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، معترض جوان مشهدی هم به دار آویخته شد. هر دو به اتهام محاربه. حالا حکم اعدام محمد قبادلو، جوان 22 ساله‌ای که مبتلا به اختلال دو قطبی است، در دیوان عالی تایید شده و هر لحظه احتمال می‌رود که اعدام شود. خطری که بسیاری دیگر را هم با اتهام‌های مشابه و با دلیل واقعی شرکت در اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی تهدید می‌کند. نتیجه یک دست شدن حاکمیت در سال گذشته، وقتی علی خامنه‌ای یک متهم به جنایت علیه بشریت را بر صندلی ریاست جمهوری نشاند و یک چهره دیگر با کارنامه سیاه حقوق بشری را رئیس قوه قضاییه کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در آغاز خیزش انقلابی جست گفتگو گرفت. ناز دارن، انتقاد دارن، سوال دارن، ابهام دارن. این اعلام آمادگی رو میکنم که در خدمت اونها باشم و با اونها گفتگو داشته باشم. اما چند روزی نگذشت که مشخص شد منظورش از گفتگو چیست. روحانی 66 ساله‌ای که سابقه‌اش در سرکوب و جنایت به درازای عمر 44 ساله جمهوری اسلامی است. او کارش را در دادگاه انقلاب تهران آغاز کرد و سال 63 مسئول گزینش وزارت اطلاعات شد و سال بعد نماینده این وزارتخانه در قوه قضاییه. اژه‌ای با این سمت نقشی پررنگ در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 داشت. اما با آغاز دهه 70 و زمانی که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد، محسنی اژه‌ای به یکی از قضات معتمد نظام در پرونده‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. او در سال 74 در اولین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، حکم اعدام فاضل خداداد، تاجر ایرانی را صادر کرد. اما شریک جرم او مرتضی رفیق دوست، رئیس کمیته انقلاب در سالهای اول انقلاب و برادر محسن رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان را محکوم به حبس ابد کرد. او پس از 8 سال از زندان آزاد شد. اژه‌ای اگرچه در قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران ایرانی با سعید امامی همکاری می‌کرد، اما با محاکمه غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران به شهرت رسید. با این حال او از چند سال قبل در کنار خدمت به مقام‌های عالی رتبه نظام جیبش را پر پول کرد. سال 72 هوشنگ بوذری، معاون پیشین وزارت نفت و سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا که واسطه یک قرارداد نفتی برای اکتشاف و استخراج در میدان نفتی پارس جنوبی شده بود، مخفیانه بازداشت شد. عامل بازداشت او مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت بود که با کمک پدرش بوذری را کنار زد. نزدیک به 2 دهه بعد هوشنگ بوذری با ارائه مدارک در دادگاهی در کانادا علیه مهدی هاشمی و محسنی اژه‌ای اقامه دعوا کرد و گفت رئیس فعلی قوه قضاییه برای آزادیش بیش از 3 میلیون دلار از او رشوه گرفته. سال 90 با فرار محمود خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، به کانادا بعد از پیگیری قضایی پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، باز هم محسنی اژه‌ای نقش آفرین شد. او که آن زمان دادستان کل کشور بود، مسئول نظارت بر این پرونده شد. وکالت بانک ملی را در این پرونده یک قاضی بازنشسته به نام جوادالله قدمی بر عهده داشت. اکبر طبری، معاون پیشین قوه قضاییه، بعدها در نامه‌ای از زندان خبر داد قدمی داماد و کارچاخ‌کن محسنی اژه‌ای است و این دو خاوری را در ازای دریافت پول فراری دادند. آن هم در حالی که قاضی دادگاهی در اهواز حکم بازداشت خاوری را صادر کرده بود. قدمی چند سال بعد در یک مصاحبه به پرونده خاوری چراغ سبز نشان داد و مدعی شد چنین نسبت خیلی نزدیکی با اژه‌ای ندارد. من در اسناد مدارکی که بررسی کردم چیزی به عنوان دستوری که ایشون داده باشه رو ندیدم. پس از بازداشت اکبر طبری هم محسنی اژه‌ای مدعی شد. بارها گزارش‌ها درباره تخلفات معاون پیشین دو رئیس قوه قضاییه را پیگیری کرده، اما به این نتیجه نرسیده بود که او خلافی مرتکب شده. طبری 2 سال بعد از درون زندان یک کد دیگر داد و از بساز بفروش مشهور تهران به نام علی تارامشلو به عنوان قلک محسنی اژه‌ای نام برد. در دولت اول احمدی نژاد، زمانی که محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بود، تارامشلو از طریق میراث فرهنگی پروژه نوسازی منطقه 12 تهران را به دست گرفت. به گفته طبری، اژه‌ای از طریق حراست میراث با تارامشلو ارتباط گرفت
و او را به قالیباف وصل کرد تا چند پروژه دیگر در شهرداری تهران را بگیرد. رابط آنها رضا پسر محسنی اژه‌ای بود که بابت هر متر ساخت و ساز ترامشلو در یک مجتمع تجاری در میدان شوش 500 هزار تومان می‌گرفت. بعداً ترامشلو با کمک رضا محسنی اژه‌ای خیریه‌ای تأسیس کرد که دفترش در خیابان جردن تقریبا محل معامله پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی شده. متهمانی که 30% ارزش پرونده را به حساب خیریه‌ای می‌ریزند که دست چکش دست پسر محسنی اژه‌ای است. رئیس قوه قضاییه همونطور که انتظار می‌رفت کارهای اقتصادی پسرش را تکذیب کرد. میگن کذب محض، نه اینکه مثلا حالا فرض کنیم بگیم 99.5 غلط، نیمش مثلا درسته. بعد از ورود اژه‌ای به قوه قضاییه تقریبا تمام متهمان پرونده اکبر طبری تبرئه شدند. نتیجه جلسات محرمانه کارگزاران اژه‌ای با علی انصاری مالک ایرانمال آن شده که دادگاه تجدید نظر مصوبه شورای پول و اعتبار درباره انصاری را رد کرده و او که قرار بود تنها 10% از سهم بانک آینده را داشته باشد، بار دیگر 60% از این بانک را در اختیار گرفته و این اعمال نفوذ درباره پرونده شرکت خودروسازی کروز هم اتفاق افتاده با واریز پول به قلک رئیس قوه قضاییه، مردی که در دو کار تخصص دارد: باز کردن پرونده برای هر آن کس که خامنه‌ای دستور می‌دهد و بستن پرونده کسانی که حق حساب او را می‌دهند. و البته اگر نظام بخواهد بلد است عمامه به سر سوت هم بزند. نمی‌خواد انگشتاتی دهنت بکنی، شما همینجوری هم می‌تونی سوت بزنی. کسی که مدعی است از من نخواهید من یک کار صریح خلاف قانون بکنم. او خلاف قانون عمل نمی کند، قانون را دور می زند. وقتی جلاد زندانهای ایران رئیس جمهور است، جلادی دیگر رئیس عدلیه و یک آژان فاسد رئیس دستگاه قانونگذاری، همه و همه به خواست علی خامنه ای که برای سگانی جنایت، فساد و ظلم در جمهوری اسلامی آدمهایش را پیدا کرده. مجتبی پور محسن، لندن. روز گذشته پرواز تهران دبی با شماره 063 خطوط هوایی ماهان در نزدیکی آسمان دبی به کیش بازگردانده شد و ماموران امنیتی پس از ورود به هواپیما همسر و دختر علی دایی که قصد سفر به دبی را داشتند از هواپیما پیاده کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران به خانواده علی دایی با وجود داشتن اجازه خروج گفتند ممنوع الخروج هستند. علی دایی در واکنش به خبر بازگرداندن همسر و دخترش گفته مگر می‌خواستند تروریست بازداشت کنند که هواپیما را با همه مسافران از دبی بازگرداندند. دایی تاکید کرده همسر و دخترش کاملا قانونی سوار هواپیما شده بودند. با این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که همسر علی دایی به دلیل حمایتش از خیزش انقلابی ممنوع الخروج است. علی دایی به ادعای رسانه‌های حکومتی درباره دلیل برگشت همسر و فرزندش از میانه پرواز تهران دبی در واکنش دیگر بلیت رفت و برگشت خانواده اش را به عنوان مدرکی دال بر قصد آنها برای بازگشت به کشور منتشر کرده و گفته خدا را شاکرم که هواپیما مورد اصابت موشک قرار نگرفت. امیررضا خادم کشتیگیر پیشین کشتی آزاد هم به آنچه برای همسر و فرزند علی دایی اتفاق افتاده واکنش نشان داد. خادم در یک پست اینستاگرامی با انتشار تصویرهایی از علی دایی نوشت آخرین باری که در ایران چنین اتفاقی روی داد مربوط به عملیات دستگیری یک جانی خطرناک به نام عبدالمالک ریگی بود. حمید فرخ نژاد هم با انتشار یک استوری اینستاگرامی به این اتفاق واکنش نشان داده. فرخ نژاد در این متن کوتاه نوشته حکومتی که زمانی به خودش مینازید ریگی را در آسمان گرفته و پایین کشیده به جای رسیده که از زن و بچه علی دایی هم میترسه. علی کریمی هم در این باره یک استوری اینستاگرامی منتشر کرده. کریمی در این استوری نوشته کوتاه از محمد تقوی است که در این متن نوشته شده به لطف تکنولوژی اعمال جنایتکارانه شما به مانند دهه 60 پنهان نمی ماند. خدای دهه 60 شما مطمئنن خدای الان نیست.
همراه شیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول. آقای بهرامی، جمهوری اسلامی حالا این بار هواپیما رو از میانه راه برگردونده و همسر و دختر علی دایی رو از هواپیما پیاده کرده، کاری که به هر حال بسیاری علاوه بر اینکه واکنش در داخل کشور داشته، تو تمام رسانه‌های می‌بینیم که خارج از کشور هم پوشش داده شده. چرا یه همچین کاری کرده؟ درود بر شما. خیلی کوتاه اگه بخوایم پاسخ بدیم، ترس از تبدیل علی دایی به یک علی کریمی دیگه. ما در ماهای گذشته خب شاهد بودیم که آقای علی کریمی با اون محبوبیتی که در بین مردم داره، مخصوصا قشر غیر سیاسی و قشر عادی جامعه، ایشون رو به شدت دوست دارن. دیدیم که با انتقاداتش از حکومت به هر حال چقدر باعث ایجاد دردسر برای حکومت شد، چقدر مردم هول به هر حال پست‌های علی کریمی در اینستاگرام، در توییتر واقعا جمع شدن و به صحبت‌هایشون گوش کردن. حتی در بسیاری از فراخوان ها ما دیدیم که ایشون مؤثر ظاهر شد. دقیقاً جمهوری اسلامی نگرانه که با خروج خانواده آقای علی دایی، ایشون هم در نهایت از کشور خارج بشه و چنین راهی و چنین رویه‌ای رو در پیش بگیره. به نظر من بسیار خوب، سپاسگزارم آقای بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول، مهمان ما بودید. ممنون که در این بخش خبری هم همراه ما بودید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. ویدیوها و پیام‌های صوتی شما بخش مهمی از خبرهای ماست. 2044-78-3000-7000 شماره تماس ماست. سلامت بمانید. بخش بعدی خبر 12 ظهر ایران.